باز میکنیم جناب آقای سربیما. بسم الله الرحمن الرحیم و خیر و ناصرین. یا من هو اختفا لفرد نوره، الظاهر الباطن فی ظهوره. الحمدلله الذی خلق السماوات و الارض الذي يحق الحق يزهق الباطل ليزيغ الشبهات. الصلاة والسلام على سيدنا رسوله البشير النذير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين. والسلام درود بيقايان بر يكتا پرستان عالم، المعتقدين به خلاق عرض کنم که کون و کائنات و ملک و ملکوت و مؤمن به صاحب یوم الدین. با سلام به شما آقای سربی و تشکر برای ایجاد تسهیلات ممکنه و لازمه. عرضم به حضورتون که قبل از هر چیز من چیزی در روی این صفحه نمیبینم. باید نبینم، درست میگم یا نه؟ بله بله، نبینید اونجا، چون تصویر من مستقیم میره توی سیستم، تصویر بله. شما میره توی سیستم، ولی دوستان خروجیشو تصویر من و شما رو میبینن. بله بسیار خرزم به حضورتون. آقای سربی هست گفتش که نظم و بند و قافیه بر هم زنم تا که با این بیسه با تو دم زنم. اینه که بگیم در مورد مسئله خاصی میخوایی صحبت کنی، از نقطه نظر فن خطاب اصولا قدری ممل میشه، یعنی ملالت آور میشه برای شنونده. کلاس درسی نیست، به هر حال ما یک ربعی معمولا مباحث روز رو شنیده ها، تلفن هایی که زدن، احتمالا صحبت هایی که شده رو انجام میدیم و در این یکی دو جلسه که جلسه قبلی و این جلسه باشد مختصری هم برای ایجاد زبان مشترک منطقی بسیار بسیار پرسایز و خیلی مختصر مفاهیمی از مقدمات منطق برای دوستان بیان خواهیم کرد، تبیین میکنیم، با هم تعاطی میکنیم، رد و بدل میکنیم که بدانی وقتی اصولا میگیم دلیل بخواییم بیاریم، دلالت میخواییم بکنیم، نظر شخصی یا سند و اسناد رو به جای دلیل ارائه ندیم، کاری که خیلی را انجام میدن. این هستش که در واقع جلسه به این جلسه مقدمات مختصری منده در باره اصطلاح منطق خیلی مختصر خواهم گفت. در اصل ماجرا هم همونطوری که خدمت دوستان قبلا عرض کردم، بحث وجود و ضرورت دین است طریق منطقی برای ارتقاء معنویت بشر. اصلا هم نوعیت دین مطرح نیست. عرضم به حضورتون که بحث مذهبی نیست، این کاملا یک بحث لاجیک است، یک بحث منطقی است که چرا واقعا ضرورت داره. در همین جا من لازم میدونم بگم که آقای محمد رضا پهلوی خدا بیامرزد شبران مسلمان بود و ما به همه هم خدا بیامرزی میدیم، ایشون در یک مصاحبهی که داشت با اون بودم فلانچی حرفا میگن این اندازه وجود خدا اهمیت داره که اگر نعوذ بالله شبنده میگن اگر خدایی نبود بشر باید خلق برادشون. یک زمانی پادشاه بود است و گفت پادشاه همیشه من ملوک و گفت کلام الملوک ملوک و کلام. زندگی و هستی و استمرار معیشت در دنیای خاکی بدون اعتقاد به سانه کل عمرش برخلاست. دنیا باید تلاش بکنن، بگه یکی بگه میکروب بوده، یکی بگه نمیدونم خده دریا بوده، یکی بگه میمون بوده، یکی بگه انگر بوده، که بخوان چی رو ثابت بکنن من نمیدونم. چه تا احتمال سرهم بکنن اون حرص کنن داروین که خود از زیر سال از سالا بگذاریم یک مسئله گفت دست بیان دنبالی اون رو بگیرن که بخوان نه یه الله کنن.
خدا کنند. تو هم هایی که دوستان باهایی که من صحبت میکردم گفتم اگرچه بسیار بسیار بنده از نظر به اصطلاح اعتقادات مذهبی با فرقه شما تنافر یعنی جدایی داریم، اما چون نهایتاً تا جایی که بنده اطلاع دارم موحد هستید پذیرایم، چون همیشه من میگم به هر دین و هر آیین و هر روشی دارید، اما قبول صانع و پروردگار در استمرار زندگی معنوی انسان ها خیلی نقش داره و کسانی که قبول دارن بنده صرف نظر از نوعیتی به حساب روش و رفتار مذهبی و دینیشون سر تعظیم بهشون فرود میارن و برای کسی هم که منکر هستن، من منکر نمیدونم کسانی که نتونستن خودشون رو پیدا بکنن، نتونستن به یک اصطلاح حدی به یک ریسمانی به یک چیزی دست بندازند و ذهن خودشون رو آرام بکنن، اونها را هم میگوییم که لعنهم الله علی قوم المنکرین، کسانی که این کار میکنن. حالا اونا که اعتقاد ندارن کاره چه فرق داره که بگیم رحمه الله، چه فرق داره بگیم لعنهم الله، فهم ندارن. بنابراین در این ابتدایی که شما فرمودید در چه موردی میخواییم صحبت کنیم، مورد را بنده جلوتر روشن کرده هم. بحث ایجاب و ضرورت منطقی دین و اعتقاد به صانع یکتاست از برای بهبودی بشر. دوستان عزیز، اگر قرار باشد نباشد میشود همین نجاستی که الان شما میبینید در کشورهای غربی عموما خصوصا در توی امریکا الان دارید ملاحظه می فرمایید، یه ماها یک آدم مهمن به لباس پیغمبر و روحانی نیستیم لااقل این اندازه، حالا اگر تفکرات مذهبی است و خانم ها واقعا اتئیست و بی اعتقاد بازن در زمره آخوند روحانی می کنن با خودشون، بنده میخوام این عرض داشته باشم که دین و اعتقاد به خدا سازنده انسان هاست، سازنده انسانیته. شما ملاحظه بفرمایید کشورداری هر که بر مبنای فلسفه یومانیتی به اصطلاح یعنی اصالت به انسان دادن از 300-400 سال قبل خیلی رشد کرد و همه جانبه هجوم آوردن تا این مطلع جا بندازن، فمینیست از قالب همون در آمد، حقوق بشر از قالب همون در آمد و و و این مسئله علم بودورتون که حکومتگری در مبنای پارلمانتریسم و ایجاد قانون و اینی که آقا ما با قانون خدا کاری نداریم قانون خودمون، ملاحظه کنید آیستون و دیگر دوستان هست چقدر هزینه می شود و وقت گرفته می شود و عرض کنم که بازی های عجیب و غریب در میاد که انتخاب کنن، انتخابات کنن، بعد مجلس درست می شود. حالا ببینیم چه هزینه هایی و وقت گیری هایی داره، مجلسی درست می شود، قانونی وضع می شود، برای اجرای این قانون پلیسی تعیین می کنن، بیلیارد ها دلار هزینه برای پارلمان، برای انتخابات، برای ایجاد پلیس، برای عرضم به حضورتون که از همه اینها مهمتر اگر کسی خلاف آن قانون تبدیل بگیرن بدنش قوه قضاییه. خب اینها رو انتگره کنید، جمعش کنید با همیدن جمع جمعی ببینید چه هزینه، چه انرژی، چه وقت گیری هایی طلب میشه برای انجام این کارها که یک قانونی وضع کنن و به صحت مردم اجرا کنند. تازه 95% به محضی که توانستن آن قانون رو عمل نمی کنند، چون از خوف پلیس، از خوف محکمه هست، اگر اصلا مسئله نداره. یکی از این اصلا کامنینس ها به من گفتش که ما بیشترین ضررمون از دزدی، گفتن چی مگر دزدی هم می کنن. شما که دوربین گفت آقا شما چی میگی برادر، بیشترین ضرر ما دزدیست. دوست عزیز بیننده گرامی، وقتی قرار بود ترس فقط از پلیس و از محکمه قضایی باشد و از معنویت جدا شد، دیگه دزدی عیبش از بین میره. میگن دزدی ناگرفته شاهه، چرا دزدی نکنه؟ اوکی بگو. تجاوزهای جنسی
و مسائلی که پیش میاد خب پیش از بین میره تا اون حدیست که ترس داره. به معنی که دید پول داره، اگر مسئله انجام داد وکیل میگیره و میره به اونجا و غرامتشو میده تا من که کردن. همون کلینتون خبیث زمانی که یک زمانی فرماندار بوده در یک جایی نمیدونم همون استاندار بوده، یه گردم بودورتون خاطرتون هستش که یک سکرتری داشته است، دربانی داشته است، نمیدونم یک کسی بوده بودن پالا جونز. این حرامی لعیمه لعینش رو به این نشان میده. خوب توجه کنید، ایشون شکایت میکنه 480 هزار دلار میگیره، 150 هزار تا میده به اون فکیل مکیناشو باقیشو میزه تو چیدش. زمانی که انسان خوفی نداشت از عاقبت کار جز خوف مسخره دنیایی، همینی میشود که شده است. و دوستان عزیز، مقامات سیاسی یادتون باشه، من پیش حقوق آقای ظریف وزیر خارجه رو دارم، به وقتی در مطبوعات بود بریدم نگه داشتم، می‌نویسن برای کلمات قصار 450 هزار تومان در این ماه، مثلا 3 تا کلمه قصار، 3 تا مسئله قصار گفتن ایشون 150 هزار تومان از هر کلمه قصاری. کلمه قصار این کلمات کوتاه پر معنا دار. این کلمه قصار را از خدیر فدوی بشنوید. اگر ایران، اگر کشورهای دیگر رو ببینید، امروز یک کم بالا هستن، پایین هستن، عقب هستن، جلو هستن، 3000 سال، 10000 سال، 2000 سال، نمیدونم، کاری ندارم به تاریخ چون اعتقادی به تاریخ ندارم، اینها سابقه دارن. امریکا کل 400 سال، 300 سال، 500 ساله. این کلمه قصار را از من بشنوید که اگر به همین مسیر امریکا و امریکایی ها پیش بروند، به 100 سال نخواهد کشید که نه از تاج خبر ماند و نه از تاج گذار. حالا هی بگن ما نیرو داریم، ما تمدن داریم، سیویلیزیشن داریم، آزادی داریم، جامعه منهای معنویت در فناست. اگر هم تا کنون باقی مانده است، به یمن و میمنت همین معنویت و معنویت سازهای کلیسا، کنیسه، سینابود، مسجد و غیر ذالک است. ما ها همه فانی هستیم، همه خواهیم رفت، اما گفتار میمانند. این وضعی که پیش گرفته با عنوان سیاست منهای دین، دوستان اینجا توجه بفرمایید، ادهی هستن که میگن آقا سیاست دین کاملا جدا، یک اسمایی هم میدارن برای خودشون، کاری به اسمایی نهتش ندارن، سکولاریسم و غیر ذالک. یک ادهی هستن میگن فقط سیاست، یک ادهی هستن میگن فقط روحانیت. اگر نمیدانید بدانید، ما در هم ایران هم در بین روحانیان بسیار افرادی داریم که مطلقا در سیاست نیستن، و اینها واقعا همون ملا و طلبه و شیخ قدیمی باقی موندن با نهایت علمی هم که دارن، یا همین پریستاوی حرفا تا زمانی که وارد سیاست نشدن. پس شدن یک عده افرادی که فقط سیاسی هن و میگن دین به کارش نداریم، یک عده هستن روحانی هستن میگن به سیاست کار نداریم، یک عده هن که بنده هم دنبال روی اونها هستن به سردستگی مرحوم مدرس رضوان الله تعالی علیه، این سیاست، سیاست ما این دیانت ما، دیانت ما این سیاست ماست. این به مفهوم ادغام همیشگی و از هر خرمنی، از هر مجموعهی خوب برگزیدن و بعد ارائه به انسان کردن ناشی میشه. بنده میخواست به اصطلاح در این مقوله صحبت کنم، نه جنگیست، نه ارز کنم خدای نخواسته ناسزاییست، نه ارزم حضورتون تبلیغیست، یک تبیین منطقیست از برای بشریت، از برای انسانها. حالا اگر 3 نفر میشنه و احرم سرد، اگر 3 میلیون نفر بشه من باسم احرم سرد، ما باید کار خودمون رو انجام میدیم. دنیا باید با معنویت تو هم باشد. آقایان خانوم ها، خطای 4 تا پلیست، جفای 10000 روحانی مسلم و مسلم و نمیدونم یهود و غیر ذالک رو نگذارید پای اینی که دین و
اخلاق آسمانی ضرورتی نداره. اگر در نظر نگیریم میشود همین شما میدیم در اسرائیل 40 آدم به کشتن، اونا تا حالا 400 تا دکتر و پسر مسموم میکشن، میگن میدویده چاقو دستش بوده تیربارانش کرده سرباز. از معنویت نباید انسان دور بشند، توجه داشته باشین در حدود 1000 سال بیشتر 1300 سال قبل، چون امام جعفر صادق تقریبا در سال 83 قمری به دنیا آمد، تا 140 هم اشکال ندارد، ایشون بزرگترین مکتب و محل دینی رو داشته، تلامیزش، دانش آموزاش و شاگرداش هم کسانی بودن مشابه عرض کنن که اون حنفی رو عرضم بزرگترین، یعنی ابو حنیفه که خودش واضح مذهب حنفیه است که میدونی چقدر هم گسترش داده در فرق چارگانی اسلام. عرض کنن که آقای ابن انس بود که مربوط به مالک ابن انس که اون هم مذهب مالکی رو داره، چون میدونیم ما چهار تا مذهب داریم، مالکی و حنفی و شافعی و ازم به حضورتون که محمدی. خوب جنید بغدادی دانشمند معروف، یعنی صوفی بسیار بارست و بالا و بلند مطلب شاگرد ایشون بود. حالا ببینید چه کسانی در پی محفل درس ایشون بودن. رئیس فرقه معتدله عطارد ارزن بزرگی که فاصله ابن عطا، اینطور مجلسی داشتن هیچ وقت هم مرافعه نبوده، هیچ زمانی، فقط صحبت بوده، تبیین بوده، بیان مطالب بوده، خیلی راحت و خیلی خوب. با اینی که ایشون میفرمود کلب الکوفی خیر من شر صوفی، یعنی سگ کوفی از شر صوفی بهتر است، اینقدر مخالفت با تصرف داشتن، ولی باز هم میگم جنید بغدادی از شاگردان شده هیچ وقت اینها مرافعی نداشتن. من نمیدونم، اگر من یک اختلاف عقیده، نه اختلاف عقیده، اختلاف روشی با آقای ایکس داشتن، آقای ایکس با آقای زی داشت، چرا میپرن، چرا فحاشی میکنن، چرا اقل یک دیالوگ منطقی به همدیگر میتردند و انگ میزنند، واقعا جای تعصب و جای تعجبه. ها صحبتی داریم مطرح میکنیم، دلائل قوی باید و معنی نرک های گردن به حجت بدی. آقایی که شما در تلویزیونت میشینی هی داد و بیداد میکنی، فحاشی میکنی به زن و بچه مردم، آقایی که در نمیدونن تلویزیون شبکه چی میگن، یک میگن، شبکه اول میگن، چی میگه اون آقای کانال یک، بعد خودش سوال تر میکنه، میگه یکی بیاد به ما بگه. خب وقتی گفتی یکی بیاد به ما بگه، معنای معقول و منطقی اینه که آقا یک کسی بیاد به شما بگه. مونولوگا به قول طلبه ها بود کلمه وقت شیر رو من بر خودت بگی، یکی بیاد به من بگی و 20 تا جواب در مقابل سوال خودت بگی، یعنی خودت هم پاسخ خودت بگی، یکی بیاد به من بگی کار رضاشت چیش قد بوده، بعد خودش شروع میکنه به گفتن. حالا شما میخوای بری بگی، تلفن جواب نمیده. نهایت به حساب خباست رفتاری و عقلانی و مزادن اینه که برحال حجم مطالعاتش روی حرفاش همش همی بوده که من از 18 سالگی نمیدونم داییم امن دست به گرفته برده تو اون تشکر بودم از این بیشتر نیست. آقا شما میگید من بنده یک سآلی مطرح میکنم، میگم آقایان برادران بزرگوار، گفت البینه تو علی المدعی، یعنی کسی که ادعایی میکند باید دلیل بیاره. من یک سآل دارم الان این سوال مطرح میکنه و بعد کسی جواب بده به من. ای کسی که معتقد هستی خدایی در کار نیست و خودت را بی خدا میدانی، دلیل بیار برای بی خدایی. چرا شما از ایکس و وای میخوایی که دلیل بیارم خدا هست؟ ما میگیم اگر معنای دلیل را شما بدانید، البته در درس امروز شدنی در صحبت امروز
بیان خواهند کرد دلیل چی هستش، دلالت کدام هستش، چه کار میکنن، دلیل یعنی چی و چند حالت داره و چی جور هست. ما میگیم آقا اجماع یکی از دلائل هست، البته دلائل مهمل هست، اسناد و اسناد جز دلائل مهمل هست، دلیل هست، سند هست ولی دلیل نیست، دلائل اقلاقی بایستی باشه. خب شما یه دلیل میگیم برای که خدا نیست. این شیوه از کنم نمیگم مرموزانه، چون خود رمز و راز هم یک به اصطلاح ذکاوتی میخواد. این شیوه ابلهانه است که ما بیم بگیم آقا تو بیا ثابت کن خدا هست. من میگم آقا همونطور که تو میگی بابامون گفته خدا هست، از قدیم هم گفتن، اجماع دنیا هم گفته هست، من میگم خدا هست، تو بیا ثابت کن خدا نیست، شما باید ثابت بکنید. من به پای حرفهای افرادی که تظاهر به اتئیسم میکنن، تظاهر به بی خدایی میکنن بسیار نشسته هست. 2000 مبتلات سر هم میکنن که بخوان نمیدونم من بخوان چی بگم. آقا قلب فرم یک سلولی بوده در تو دریا، یک نمیدونه فرزن حضورتون که میمونی بوده در روی درخت، یعنی چی آقا؟ اصلا ما از نظر علمی میگیم مطلق بیتفا کار نداریم. از لحظه ای که انسان به عنوان هر اسمی که بشه بذاریم، آدم بذاریم، انسان پایش را گذاشت در روی دنیا، از اونجا بحث میکنیم. درست مثل علوم دقیقه، آقا این خانم ها میدونیم که ریاضیات اسم دیگرش علوم دقیقه است، ما علمی دقیق تر از ریاضی نداریم. همه علوم رو شما نگاه کنید بر مبنای اصل یا اصل اولیه یا اکسیوم برقرار میشه. در مکانیک نگاه کنید، در نور نگاه کنید، در کیمستری ملاحظه بفرمایید، در ریاضیات هم که ماشاءالله تا دلتون خواد اصل داریم، در منطق هم داریم، در بحث انسان و خداشناسی و کون و مکان شناسی هم ما اصل میگیریم از لحظه ای که بشر آمد میزنیم. این توضیحات با اینی که در دستور کار میزن نبود، چون جناب سروری فرمودن چه بحثی، بس الکلام یجر رو هر حرف رو میاره، ولی همه در قالب همان منظور داره انجام میشه. یکی از دوستان چیزی نوشته بود، به نظرم آقای سروری به بنده ایمیل کرده بودن که اگر شما خدا بودید، اگر شما قدرت مطلق بودید، اولا فرد با حال بهتر اینه که نکنی، فرد مطلق نیستی. بعد هم چرا شما فرض میکنی که خارج از دستتونید؟ آقا جناب سربی، شما شخص مختلفی هستی. زمانی که یک درختی در توی خونه داری، 2 میلیون پشه یا مورچه دارن از ریشش میرن که برسونه خودتونه به درخت گلابی، به گلابی های درختتون تشریف میبریم به کنیدن تایر یا به کاسکو، یه دونه پیپاکی اسپری میگیریم، میاد یه اسپری میدنی، 2 میلیون پشه یا مرچه رو میکشید. خوب یادتون باشه این نوعی خودپرستی است که انسان خودپرست مختلف فکر کنیم دنیا فقط، یعنی همین که ما ناز مامانی باشیم، کشتی به هیچکی کار نگیره، همه با هم خوش باشن، آقا چره نمیدونن سوریه آدم بکشن، چره جنگ اولی جهانی اینجور. آقا کره خاکی، این کرهی که من و شما هستیم، بکن درده که در حساب ناید این است، هیچی نیست. اینقدر گنده نکنید مسئله رو، اینقدر بزرگش نکنید. شما اگر در تابستان ببینید هر شب یکی دو تا عرض کنن که شهاب ساقب، اینها ثابت شده بزرگترین کراتی هستن که اصلا ماه و زمین و فلان پیشش هیچ به حساب میاد. اصلا فرض کنید کل کره برود، خب برود چه ایرادی داره؟ چون ما بحث کائنات میکنیم نه بحث کره زمین. رو بدید تمام مسائل بیارن میبرن تو کاخ سفید واشنگتن، بیارن با چی؟ آقا در کائنات داریم میگیم، در کائنات، در جایی که اون خدایی که شما میگین قادر متعال، یا اگر نیروی مطلق بودی
دو میلیون پشه را کشید، خیلی هم تازه سرفرازی می بخوانم بچه ها می دید که گلابه ارسال عالیه چون خوب سرکشی کرد. اما یادتون باشه در کائنات در پیشگاه آن خدایی که خدا پرستان که میگن بر همه چیز اشراف داره، تعریف عدل آنی نیست که تو ذهن من میگنچه، چون عالم کون و مکان لایتناهی است، مجروح لایتناهی در ظرف متناهی نمی گنجه. آقا اینه قبول کنید کم توجه به این نکات انسان رو بر این وادار میکنه، یعنی میرسونه، وادار نمیکنه که بگیم آقا ما خیلی چیزاست که نمیفهمیم و نمیدانیم. اما اگر ندانستیم و نفهمیدیم، یک نباید دست به تخیلات عجیب و غریب و واقعا خنده دار بزنیم، دو نباید آن را انکار کنیم. خب خبارم من نمیبینم، انکارش کنم چه دلیلی داره؟ در بحث ریاضیات وقتی ما میگیم لیمیت میره به سمت بی‌نهایت، مخاطب میپرسه آقا بی‌نهایت چی؟ میگه میچو بی‌نهایت یعنی هر چی در نظر این یکی ببر بیش میشه بی‌نهایت. میگه یعنی چی؟ میگه اگر خود علمای ریاضی هم میگن که ذهن وقتی خواست اونجا بره کور میشه ذهن، فقط بپذیر، نمیتونی نپذیری، چون تمام این مسائلی که امروز میرن به کرات دیگر رو ادعا دارن عمل کردن و نمیدونن ایل کردن، تمام اینا بر مبنای همون لیمیتی که تو میگی من نمیدونم. یک کم انسان باید توجه داشته باشه، موجود مهمی هستی، خلیقت الله این در روی زمین، انکار نمی کنی، شأن داری، اما به شرطها و شروطها. انسان میباید نسبت به خالق خودش، حالا هر کی هست، من نمیفهمم واقعا اینایی که میگن میمون 15 تا احتمال میارن، هی میگن احتمالا آقا عزیز من یه اصلی برای خودت قبول کن، بگو عزیز من انسان آمد. ما به خیلی از چیزا نمیفهمیم، ما با کار بچه همونه نمیتونیم بفهمیم، دروغ میگه نمیفهمیم داره دروغ میگه، داره طرف کشکست میدنه نقشه میکشه برای ما، ما نمیفهمیم. میلیون ها چیز در دوره بر ما میگذره که ما متوجه نمیشیم، بعد میخواییم بیاییم در اون طور مسائل به اندازه ای که ضرورت علمی ایجاد میکنن انسان بایستی پیش بره. اینه که به هر حال شما فرمودید که چه مسئله ای رو میخواییم مطرح کنیم و در چه موردی، مورد را بیان کردن، تایتل را اعلام کردن که چه خواهیم گفت، اما از موضوعات روز هم نمیتونیم ما پرهیز بکنیم. یک چیز طبیعی است، کشورها و قدرت‌های فائقه جهان من جمله چین، روس، انگلستان، فرانسه که نبودنش کن، امریکا، انتخابات این کشورها دو حالت داره، دو یعنی تأثیر، یکی تأثیر در داخل خودشون، حال زوری حق رای دارن داره، ایشون متأثر از این انتخابات خواهد بود، ما این حق رو نداریم، اما چون اینها تکیف هستند در سیطره عالم متاسفانه امروزی اینها خیلی نفوذ دارند، در اون قسمتش ما هم روش متاثر هستیم، این اثر پذیریم. در اینجا بعد می دست میزنیم به یعنی بحث میکنیم روی مسئله که آقا میگید خانم کلینتون یا آقای نمیدونم ترامپ، من میگم بنده حدس میزنم، آرزو میکنم و تقریبا احتمال میدن که آقای ترامپ برنده بشه، آرزو هم میکنه. خب این دلائل ایلاوت میخوام بگم من دو تا سه تا دلیل امکار خودم دارم بیان بکنم، این موضوع روزه دیگه برحال نمیتونیم ازش فرار بکنیم. بگم آقای ایسان جا شما فرمیدید نول میخوایی باشید این زمین، از بسی که واقعا به اصطلاح مثبت و منفی انسان دیده میگه حالا بهتره بلش کنه. البته من هم معتقد هستم هیچ که هم به رأی و رأی دادن، چون رأی هم برای خودم ارزش داره، به هر کسی من رأی نمیدم، ناسه کس میستن که رأی دیم، به همین دلیل کابار مطلقا به جز یکی دو موردی رأی ندارم در کل زمین،
خب حالا فرض میکنیم یک کسی معتقدی به رأی دادن باشه، چرا رأی ندی؟ یکی سبک سنگین کنی. حالا که دست باز مونده بستن گفتن بین این دوتا عرض کنم رزیل یک نفرشون انتخاب کنیم، انتخاب کنیم، انتخاب کنیم. یک، ترامپ از طبقه 80 فلانشان آپارتمان آنچنانیش میخواد بره طبقه اول بشینه، خانمش گفته اصلا چه من نیام اونجا، خب عقده مالی و جایی نداره، پول فراوان، جستش عالی، در قدیم هم بوده است، خود اینا مجلبه است دیگه، یعنی وسائل جلب جنس مخالف دیگه، اگر بخواهیم این کار کنیم باز دوچار جیغه بنفش زنانه شدیم. نوعی واقعیاتیست عملی، کاری هم نداره که بخواد چی جور قضاوت بکنه. پول که داشت، قدرت بدنی که داشت، دیوایی نسبی هم که داشت، ستاره هم که بود، همه کار الان کارهایی که در غرب مرسوم است میتوانست انجام بده. هر کی هم این کار کنه داره حاشیه میره. آیه سربی اون کسی که در جلسه دوم این مذهکه و مناظرشون داره میکرد کی بود اسمش؟ اون آقای میدونم سیاه‌پوسته مطبعاتی کار نداره. ایشون میگه آقا شما بوسیدی اون خانم خجالت میکشین شما. آقا برو چیزو میگین اندرسون کوپر، اندرسون برو آقا پی کارت برو، شما مگه مخاطبینید بچن نشستن اونجا، نه که خجالت نمیکشه. میگه بوسیدن جور میداره، پولش هم میدن میرم وکیل میگرم میرم اون کمشو داره. در جامعه معنوی خجالت داره، در جامعه میکنه چه خجالتی داره، خیلی کار مهمترش میکنه. لحیمه یه عرض کنم لعنتی و عرض کنم لعینش رو نشان میده، همخوابی میکنن. این ای چرتی ها چیه که آقا خجالت نمیکشین؟ آقا نمیدونم شما این کار کردی، آقا اخیرا با میدید خانم میگرم سینه منو گرفته، خانمشم که ماشالله آمد تحت حساب ریزن که با این خانم ها دارم سلاحشون رفتن. عقلا این رو ایجاب، عقل عملی هم این رو ایجاب میکنه. هر کس هم بخواد این کار کنه به نظرم یک کمی کم لطفی کرده، پول داشته، امکانات داشته، موقعیت داشته، پیشم رفته. خب پس عقده جنسی هم نداره، اما خانم کلینتون میتونه داشته باشه، چون بلایی و تحقیری که کلینتون ایشون رو انجام داد. آیون وقتی یک مردی خطا رفت، تنها نیست که بگیم ما خطا کرد، این تقدیر زندگی شو کرده. زن و ناموس و زندگی خودش رو تقدیر کرده. کو کسی که حالا به این رسیدگی بکنه؟ کو تا اقدرت این خانم کلینتون ظاهر نمی کنن. کدام دلیست که اون مسائل رو ببینه و افسرده نشه؟ اینا رو میداریم پای شجاعت. نه قربون، اینها بسیار هم در این موارد عقده دارن، به موقع خودش میخوان جبران بکنن. انسان هم دیگه، انسان حیوان رو متفکر، فقط یه تفاوت شمیده. بنابراین من باید اینجا بگم، بگم آقا اگر واقعا منده حق رأی میداشتم، حق رأی ندارم ولی حق آرزو دارم، من آقا ترامپ بشه، چرا که نشه، چرا که نشه، از همه مهمتر باید به شغال نمیده، به علت ثروت زیادش اصلا همین مطبوعات توی افار تحویل نمیگیره. به همین دلیل دارن بهش مخالفت میکنن، به همین دلیل میدونن اگر بشود رأس کار خیلی بایدی دماشار جمع جور بکنن. خب وقتی من اینها رو نگاه میکنم میلن موضوع روزه، درسته که من رأی نه اهل رأی دادن هستم و نه میتوانم رأی بدهم، لیکن در دنیا که تأثیر داره. به خانمی رو شما با اون صدقه، با اون از کنه سابقه، با اون مسائل میخواید بیاریم بدارید که چی؟ ترامپ دوچار جیغ بنفش زنانه شده در جامعه امریکا. اگر نه لیاقت، قابلیت و روحیش به صد اصلا لوپا بیرزن قابل مقایسه نیستن با این خاتون، با این خانم. یه نفری میاد میگه یه خاله من میگه آقا این خجالت نکشید، این دست به حالت تناسلی، گفتم خانم توبه کن. این گونه خاله
برنامه هایی که در دور و بر اون هستن اصلا اسم نبرید بگید آلت تناسلی، اینها آلت تجارتی است. این بابا یک بچه هم نه ورده تاله، چرا میگید آلت تناسلی؟ آلت تناسلی خانوها، بانوان، آقایان محترم و خانواده دوستی دارن که تولد کردن، تناسل کردن، بچه متین تربیت کردن، تحویل جامعه بشری دادن به هر دینی، به هر ایمانی، به هر کشوری، خادم مردم و ملت و دنیا شدن، اون را میدن آلت تناسلی. این آلت تجارتی است آقا، دست میزنه میگه 500 هزار تا بدید، دو سال میره نمیدونه با فلان آرتیست ازدواج میکنه، بعد میگن طلاق دادن جمع میدونه. این آلت تجارتی است، آلت تهاجمی. آلت تناسلی چی آقا؟ جناب سربی، این مسائل میاد میزنه تو اصل موضوعی که ما میخواییم بگیم. چرا؟ برای که موضوع روی زنده میتونه انسان بیان نکنه، چون ما که ارزم موضوع رو دیم که مبلغ مذهبی که نیستیم، که خدایت نخواسته. به هر حال خیلی از آن کسانی که قمپز سیاست در میکنند و میگیرند میشینند، اگر انسان بیشتر در جریانات و در سازمان ها و در حرفه هاشون نباشیم کمتر نیستیم. اما از جایی که انسان میگه گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ماست، هنچه البته به جایی نرسد فریاد است، چون به هر حال کار به دست دوگران و زورمندان و مافیای پیچیده جهانی است. بنابراین میگه انسان آقا بذارن غلطی میخوان بکنن بکنن. بادا با زنده و با آقای سربیا، خود بنده که میگه ما رأی نمیدیم، بریم با دنبال کار زندگی خوده، بذارین هم سر شما دموکراسیشو برمشه باش باشه، ولی دیگه تحلیل رو که میتونیم انجام بدیم. آقای نمیدنم اون بر دنیا میاردشون مرشد و مرشد بچه روی اونجا صحبت میکن، من و شنگه میشونم که دین از سیاست جدا است. آقای چرت و پرتا چی میزنی؟ دین تا 3 متر بالا سر اعضای کابینه خودتونه گرفته، چی دین از سیاست جدا است؟ معنویت سازنده انسان هاست. یک دانشمند، یک آدم سالس، یک آدم سیاست میداره معنوی، نیکسون رو یادتون میاد؟ خیلی از رؤسای جمهوری داشتن، به زمانی که خانمش فوت کرده بود اصلا گفتن کمر نیکسون شکست، از بس گریه کرد و به یک سال دو سال بعدم نکشید. خانواده پرور، خانواده دوست، محترم. حالا بازی های سیاسی هم در قرب سیاست حلال است، کارهای سیاسی، چون سیاست اینا برمبنی شیطنت دیگه، اینا سیاست معنوی که ندارن که. اما به تمام سجایای اخلاقی وقتی شما نگاه میکنی، اینها خودشون مسجل کردن. اگر یک زمان یک رفاقتی با محمد رضا پهلوی داشته میگه وقتی خودشون ماینده مثال توجه داشته باشن دوستان، که در مجموع معنویت و عرض کنن پرورش معنوی خوشبخت کننده بشریته، نه اینی که بگیم حالا یاروی تبلیغ نمیدونم دین مسیحی میکنه، دین نمیدونم کلمی میکنه، فرقه بهایی میکنه، ما کاری بیه حرفا نداریم. اگر هم صحبتی هست، اگر هم بحثی هست، اگر هم حرفی هست، که خب انسان خیلی خوب میتونه بشینه صحبت بکنه. 80 نفر اقلن هر در بودوری بود که آدم اتیست بی خدای زد و خدای زد دهدیان میامدن با امام جعفر صادق بحث میکردن. 5000 نفر هم آدم از خانم افراطی در محفل ایشان بود، نه توهین میکردن، نه ادعای میکردن، نه حد میدادن، دلالت میکردن. در آخر هم ایشون بابا خدا شما رو به آرقیل بیاره بفرمید دارید. بحث و مباحثه راهش باز است، بدون توهین، بدون عرضم به حضورتون که با قول خودهامو و قدیمی ها قمپز در کردن، بدون این که من اینم، من اونم، من میدونم تلویزیون فلان دارم، من سابقه 40 سال نمیدونم گویندگی فلان دارم، تلویزیون ایره، اینا رو بریزین کنار. آقا سعی کنید معنویت رو در انسانها تقویت کنید برای بهبودی انسان. ما هم آقای سوری به اندازه یک خیلی خیلی مختصر اصلا به حساب نمیاد در آنم و بیاموزون آیا اصلا سفاری از معلومی ریاضی خیلی قدیمیه کتاب نیست در تهران بودن و ما کرم شدتاب 4 میلیمتر خود می روشن بود. ولی یادتون باشه، اگر
اگر 2000 نفر چهار میلیمتری روشن بکنن چه نوری خواهد شد. با لغت‌های مفتدح فمینیسم، با صحبت‌های تلت‌انداز حقوق بشر، موضوع بشر دوپای نادان، یکی که میگیم نادان نسبت در کل جهان است، نه یا این بچه های خودمون رو اکفار کنیم. برای که همزمانی که این طرف دنیا این کار را میکند، ادهی هم در پاکستان، ادهی هم در جاهای دیگر بچه های معصوم رو میشونن، یا الله شروع کردن به قرآن خوندن و قانونی عید 24 ساعتی و منجمد الافکاری درست میکنن که میبینی چه به روزگار انسان ها میاد تحت عنوان این انفجار و توی مسائل. که از دوستان باهایی میگم یک نفری بیاد بگه ما جرممون چی هستش، بنده با عرض احترام به ایشون گفتم آقا شما جرمی نداریم. چه جرمی؟ چرا نشستیم؟ این بیاد یکی جرم ما، شما جرمی نداریم. جرمی اگر کسی داشته باشد میگیرن پدرشم در میارن، کمایی که میگیرن و پدرش را هم در میابرن. دارم اینه جرمی اگر کردن میگیرن نصب ما را میکشن. شما جرمی نکردیم، خوشتون میاد خود که بگیم ما جرم کردیم. چه جرمی؟ جرمی صدها فرقه هست به شدونم بالاش قرنه مثلا گوه بحث و دلالتی میخواهید، مناظره ای میخواهید، شرایطی دارد مناظره که این شرایط به موقع خودش گفتار میشد. اولین چیز تأمین جانی است. هر که را اسرار حق آموختن مه کردن و لبش را دوختن. شما خیلی چیز از کنار نمیتونید در اروپا و امریکا دهنتون رو باز کنید به دلایل مختلف. بنابراین نخواهید که افراد بیان در ملأ عام در مدیا بنشینن و با شما مناظره بکنن. بگویم آقا خوش عرضم به حضورتون که لکم دینه خود، از برای شما دین خودتون، دلیل دین برای منم دین خودم، در نهایت احترام، در نهایت فرق مدارا. 500,000 نفر در توی ایران باهایی میگن وجود دارن، همه هم دارن زندگی میکنن، بالا پایین کم زیاد کاری نداریم، فقیر دارن، بیگیزدن دارن، بیعدالتی دارن که نسبت به همه این مردم هست. چرا گنده میکنید مسائل ها؟ آقای سربی این مسئله رو اجازه بدید من در همینجا به عرض دوستان برسونم. یک روز یکی از دوستان من از امریکا گفت افشارا یک آقای آمده، البته این شخصی که دوست من بودش سبقه مذهبی داره، یکی آمده به من گفته فلانی نمیشه کاری بکنی که کسی نداری در توی ایران که من وقتی سال اون رفیق چند سالی یک دفعه دو دفعه میرم توی ایران، میرم ایران بگیرم بکننم زندان. که من اصلا شک شدم، این چه سوالیه، این چه حرفیه، همه میگن گفتم آقا چیه، برای چی بوده، هیچی دیگم دلم بخواهد مثلا حد ندید ببینم فلان حرفا بود. موردی مشابه خودم برخورد کردم، حتی میگفت حاضر هست میگرد پویم به او کسی که کار رو بکنه تو ایران بدون. آقای سربی هستن کسانی که من حتی به رعی العین میشناسن، ولی خب که سوقی به کاری نداری مثلا چیزی نداری. اینها و میدونید میلیاردها دلار سپرده ها و پولای ایران در اختیار امریکاست. طرف بلند میشه میره در اونجا اینو میگیرن، 3 ماه 2 ماه 10 ماه 1 سال 6 ماه میره توی یک زندانی. سبحان الله که وقتی هم در میان ماشاءالله روشان گشاده تر، خنده هشان قهقهوارتر. ما داشتیم که خاتونی بود، یک خانم بود در همین کانادا، اتفاق افتاد. بعد که شما کاشف فهمن بیارید میبینید این بابا میاد میره در اونجا 4 ماه 6 ماه 8 ماه میره تو زندان، بعدش میاد اینجا تار بلند میشه میاد توی امریکاش، میگه آقا بنده از نظر رویی اینجور شدم، از نظر کمر اونجور شدم، انجام رو خساره. این دادگاه های ارزم بزرگتون که لگالی و پارالگالی و نظر لگال بازی شدن که میدونین دیگه، میگن آقا راست میگن الا چه پنجا میبین 60 میبین 100 میبین بسته به نوعش به یارو قرامه میده.
مگونی میده به اون طرفی که اون کاری کرده براش پارش میده پیچی بشه. وقتی انسان از معنویت سقوط کرد no problem where this money is coming from، این پول از کجا داره میاد؟ توجه داشته باشید معنویت کاری میکنه. معنویت یعنی اعتقاد به یک قوه‌ای که من بدانم آقا اگر اینجا هیچ دوربینی هم نیست، هیچ مسئله هم نیست، دزدی اگر بکنم میگه یک جزایی بهت خواهند داد که نبینی کجا در میاد. اما نه الان، نه پلیس. و وقتی این در انسانها تقویت شد میشه خلق ثانوی. حالا باید یک آقای برداره بگه آقا 50,000 تا کشیشی که کلان کرده بکنن. آدم خطاکار، آدم بی ایمان، آدم نترس از عقاب و تشویق خدا فراوانن. اینا هم بلاش دید را کائناتی کنیم، در دنیا بکنیم، مسائل رو بررسی بکنیم و آنگاه دست به قضاوت و دست به تصمیم گیری و دست به عمل بزنیم. دوست گفته چون نیم کردار نیست، کار با سعی از نی با ادعا لیکل انسان الا با سعا، انسان با سعی و کوشش انسان. اما در آخر کار میگیم خدایا راضیم به رضای تو، من کارم کرده، سوروی کارش انجام داد به احسن وجه به اون قدری که عقل و شعور و معرفت و علم و دینش بهش آموخت و اجازه داده، باقیش به خواست توست. کجای این تربیت ایراد داره؟ به هر حال جناب آقای صلبی شما مسئله فرمودید، گفت به میثاق الکلام یجرب کلام هر فتر آورد. اگر اجازه بفرمایید نسکی ده دقیقه رو دیگه وقت هستش، بنده دنباله مختصری از بحث خیلی مختصر بنده این رو ادامه بدهم و اگر تا همینجا از جتاری ارشادی فرمایشی گفتاری مسئله داریم برای که یک به اصلاح دقیقی هم ببنده آن بفرمید بنده مستفید بشه. نه من سوالی ندارم، گوش میدم و یاد میگیرم. بفرمید. بسیار عالی، ادامه میدید. خب دوستان یادشون هستش که من در هفته گذشته به عرضشون رسوندم که انسان به قوت بالغه الهیه به دید ما و به دید عرض کنم انترپرستان، به قوت بالغه میمون انتر هرچی که هستش، قدرتی دارد که این قدرت ازش میگن قدرت در راکه عرضم به حضورتون که 11 که در این نقش میگیره، اشکال هرچی که باشد و ببیند، البته مثل آینه محسوسات را منعکس میکنند در ذهن. محسوسات و معقولات، محسوس را گفتیم چیزیست که با یکی از حواس خامس قابل درک باشد، معقولات ماورای آن است. بگذاریم بعد از اون ما گفتیم هر مسئله رو که بیان میکنیم یا تصور است یا تصدیق است. تصدیق نسبت چیزی بود به چیز دیگر سلبن یا سبوتن. اینا چون یادآوری است یه مثال توضیح زیاد نداریم براش، و تصور ماورای آن است. و بعد گفتیم آقا توجه داشته باشی که اجازه بفرمید از موضوعش خارج نشویم، چون اینا فرشتنش بر همان مبنا پیش برن. خب رسیدیم تا اون جایی که گفتیم ما سه نوع تصدیق داریم، تصدیق عملی، اتصالی و انفصالی که توضیحاتش هم دادن در اون مورد. و توجه داشته باشیم که چون تصدیق لازمش نسبت چیزیست به چیز دیگر سلبن یا ثبوتن، یعنی اثباتن یا نفیان، در سه تصور موقوف می شود. یعنی هر تصدیقی باید سه تصور داشته باشد. بسیار شنیدی که باشد که می گن یارو تصدیق بلا تصور داد. تصدیق بلا تصور مفتزه است، اصلا معنی نداره هیچ. بنابراین در هر تصدیقی سه تصور لازم است. تصور اول بهش می گن منصوب الیه، الیه با الف، یا محکوم علی. مثلا وقتی ما میگیم حسن ایستاده است، در اینجا حسن میشود منصوب علی. دومش منصوب به یا محکوم به.
همون ایستاده بودن، ایستاده خودش یک تصور دیگه، وقتی میگیم ایستاده تصور داریم که یعنی چی؟ شکل میگیریسه. خب اینم شد من اون به یا منصوبون به. پس سوم هم نسبت ربطیه است که هست است یا نیست است. بنابراین ما میبینیم که هر تصدیقی که میخواییم انجام بدهیم بر سه تصور چی هستش؟ موقوب و متکیست. یعنی یادتون باشه که این تصورات شرط تصدیق هست، جزء تصدیق نیستن. حالا زیاد من دیتیل منطقیش نمی کنم، برای که یکی از دوستانم اتفاقا به بنده اظهار عنایت فرمودن، فرمودن چند سی قبل فرمودن زه بعدش که کلانی قدری در بحث عمومی این مشکل سنگین میکنه، گفتیم سعی میکنیم رقیقش کنیم. گفتن بنابراین ارزم بودیم بر هر کسی که سه تصور لازم است. بعد از این نکته آی سوربی تازه میدونم که من نوع تصورات رو بگم. تصور بدیهی داریم و تصور عرض کنم که علمی یا نظری داریم. تصور بدیهی چیزی که درای این تصور فکر اندیشه لازم نیست، مثل مثلا ازم حدود برودت، حرارت، سیاهی، اینا لازم نیست فکر اندیشه بکنیم. اما تصور جن، تصور ملک، تصور ازم حدود خدا، تصوراتی این کنه، اینه بشمین تصوراتی که برای آنها اندیشه و فکر لازم است. اینا رو بشمین تصورات نظری. حالا بعد خواهیم تصورات نظری از تصورات بدیهی عاید می شود به شرطی که همینطور هم هست برای تصدیقات. شما ممکنه بگید آقا تصور ارزم به حضورتون که تصدیق چجور داریم؟ اونم تصور تصدیق دو نوع هست، تصدیق بدیهی و تصدیق نظری. تصدیق نظری اینی که مثلا صانع موجود است، صانع موجود است، لازمش اینه که شما فکر بکنید، یا عالم حادث است، این لازمه که روش فکر بکنید. ولی تصدیق عرض کنم که معمولی یا بدیهی همان تصدیقی است که بگیم آفتاب روشن است، ولی این دیگه لازم نیست ما فکر رو اندیشه به کار بگیریم. همون گونه که در جلسات قبل گفتم دوستان عزیز، تمام این مفاهیم الفاظ و لفظی که ما داریم حتی عنوان منطق کلامی، اینها عیناً در ریاضیات داریم. منطق ریاضی یا منطق سمبولیک از مهمترین برجسته‌ترین رشته‌های ریاضیات هستش. ما داریم منطق کلامی رو توضیح میدیم که بعد بتونیم به اصطلاح جمعیت خاطری برسیم که وقتی ما میخوایم صحبتی بکنیم درباره مسائل از کنم خصوصاً فلسفی و ما بعد و طبیعی یک کمی اهرام اولیش به نام منطق خیلی مقدمات گیره آشنا باشیم. توجه داشته باشیم تصور نظری از تصور بدیهی عاید میشه. چگونه؟ یکی دو تا تصور بدیهی رو اگر پیش هم بگذارید یک تصور نظری یعنی تصوری عاید میشود که قبلا نداشتید. آقای سوربی من از جناب عالی خواهش میکنم که شما تصور حیوان رو داشته باشید. دارید که به محضی که لفظ به کار میاد این تصور میاد پیش، یعنی شما اومد. بله بله. خیلی میگوییم عرض کنم متفکر را هم در نظر بگیرید، تصور متفکر. این تصور هم آمد دیگه، متفکر یعنی چی؟ کسی که فکر میکنه آفتر. یعنی فکر کرده. یا ناطق، شما بگیرید حیوان رو تصور کنید، ناطق را هم تصور کنید. این دو تصور بدیهی رو بذاریم پیش هم، چی آید میشه آقای سوربی؟ حیوان ناطق. حیوان ناطق. بله. این حیوان ناطق که جمع دو لفظ است چه تصور جدیدی معدی شد داد به ذهن شما؟ یعنی حیوانی که میتونه صحبت کنه. نه حیوان ناطق نه. برحال حیوان ناطق تصور سلاسه میده تو ذهن شما. حیوان اگه صحبت داره، ما حیوان ناطق یا حیوان متفکر
به همین دلیل اول متفکر رو گفتن. حیوان متفکر تصور جدیدی تو ذهن میده به نام انسان. ما نداشتیم این تصور رو، جایی که ممکنه خیلی ها نداشته باشن. وقتی میگن حیوان، وقتی میگیم متفکر، جمعشون میکنیم پیش هم میگذاریمشون، یک تصور جدیدی میاد. حالا یکی درکش میکنه، میتونه، یکی نمیتونه. اصلا تفاوت انسان ها در همین است، تفاوت تفکرات در همینه. مسئله مهمی نیست، شاید یک کسی اصلا نتونه کوچک یعنی جمع و تفریدی بکنه، ولی کلا تا عدد 4 جمع و تفرید میکنه. اینو روزها ثابت کردن. برای اینی که خط کلام هم بشود فعلا، این مثال رو میگم برای که مطمئنن جالب خواهد بود. کلاق تا عدد 4 470 مرتبه این تجربه رو کردن و جواب مثبت گرفتن. کلاقی در ویرانه ای بچه گذاشته بود، آمد از اونجا بیرون بره قضا بگیره، رو اون درخت روبرو نشست، یک نفر آدم رفت اون خرابه. این کلاق مادر نرفت در خرابه تا این یک نفر آمد بیرون. به محض بیرون آمدن کلاق رفت در تو خانه. روز بعد یا ساعتی بعد دو نفر آدم رفتن در داخل اون خرابه. کلاق روبروی که نشسته بود رو درخت، یک نفر از اینا بعد 5 دقیقه آمد بیرون. کلاق نیامد داخل این آشیانش بره در اون خرابه. اینقدر ایستادن این آدم که آمد بیرون، کلاق رفت در داخل. این عمل تا 4 تکرار شد. این روز بعد 3 نفر رفتن 5 دقیقه 10 دقیقه یک بار، یه نفر اومد بیرون تا 2 نفرشون، یکی اون باز هم نرفت. تا روزی که 5 نفر رفتن، 4 نفر تک تک آمدن بیرون، کلام وارد خانه شد. 470 مرتبه این تجربه انجام شده. میگن 12 مرتبه خلاف این بوده، حالا بعد 4 بار مثلا بوده یا بعد 6 بار بوده مثال، ولی میانگین این شده. میپذیرن که کلاق با عدد 4 جمع و تفریق میکند. ممکنه یک جای باشد در یک قبیله های انسانی باشد، مثلا جمع و تفریق یک و دارم نتونه انجام بوده. اینجایی که ما بگیم حیوان رو میذاریم، متفکر رو میذاریم، از این دو تصور، از این دو قول شارعی یک چیز جدیدی آدس میشود به نام انسان، این دیگه همون قدرت فکریست. اگر میگن بابا یک کسی فکور است، یک کسی نافکور است، یک کسی جلوتر است، یک کسی عقبتر است، از همین جهان ناشی میشه. هر حال امروز بنا بود این دو سه مبحث باقی مانده تا دلالت که خیلی به درد کار ما میخوره صحبت بشود، باز هم تمام نشد، کشیدیمش فرضاً به حضورتون. جلسه بعد که 2-3 مورد دیگر را هم بگوییم که بعد که میگیم آقا دلیل بیاریم، طرف نگه چون آقای من گفته به من، نگه چون تاریخ ابن بطوطه ایره نمیشه، بدانیم که دلیل چه معنا دارد، چه نوع دلائلی داریم. وقتی انواع دلیل را گفتیم، دیگه ما سند نمیاریم به جای دلیل، بگیم آقای چون گفتن، اوشون اونجور گفتن. دلایل طبیعیه، دلایل عقلیه، دلایل وضعیه را زمانی که تبیینش کردیم صحبت کردیم، بهتر میتونی باید صحبت کنید. من تصور میکنم که باید وقت به پایان رسیده باشه، چند دقیقه باشه. بله دیگه، دیگه باید متاسفانه خداحافظی کنید، چون ساعت 4 با آقای ارشاد خواهیم. ممنونم. حال بنده ممنون هستم از شما، ولی همیشه بعد از ساعتی عرض کنم که ختم جلسات ساعت 3:30 شما ساعت 4 برنامه ای دارید. ما هم انشاءالله اون برنامه رو گوش میدیم، ولی کن برنامه ما مزاحم ساعت 4 شما نباشه. خواهش میکنم. ممنون، متشکرم. تمام شد قربان. بله بله، خیلی ممنون. سلامتی دارم برات. ممنون. فقط من به دوستان بگم که اگر پرسشی براشون به وجود آمده یا نظری دارن، شماره تلفن شما هست 905 737 5158. بله. ایمیل شما هم هست info@kaveacademy.com. امیدیم که من تا یکی 2 ساعتم الان هستم، ولی مثل که یا مردم گرفتارن آقای سروی جان، یا اینی که به هر حال برد حرفای ما نه چیز دیگر.
انشاءالله کلمه کارا درست بشه. ممنونم از شما. خیلی خوشحال شدم. هفته خوبی داشته باشید. شما هم همینطور. به امید آقای دکتر بیگم یادم شده ارز کنم. بفرم. من روز چهار شنبه آینده تا روز یک شنبه یک سفر خارج از کانادا دارم. بله همین اطراف. بله. خارج. ارزم به حضورتون برای جمعه آینده من از دوست عزیزم آقای دکتر نصر احمدی خواهش کردن که قبول زحمت کنن با تلفن این ساعت 3 تا 4 ما رو هندل کنن. بسیار عالی. پس هفته آینده با آقای دکتر نصر احمدی خواهش. آقای دکتر نصر چون من نیستم و میتونم برنامه رو ببینم اما نمیتونم در برنامه شرکت. کاملا متوجه هستم. سفر خوبی براتون دارم. قبولتون بشم. آرزوی بهترین ها رو دارم. ممنونم. روز و روزگار به شما خوش. مرسی. خب دوستان عزیز با آقای دکتر کاظم افشارها بودیم از کانادا. بریم به ایران و با آقای حسن ارشاد باشیم که فکر کنم برنامه امروزشون بیشتر در رابطه با آقای حسن فیروزی و 3 برنامه‌ای که در تلویزیون مردم داشتن. روز و روزگارتون خوش. از اینکه با ما هستید ممنون و متشکرم. تلویزیون مردم رو به دیگران هم معرفی کنید. مرسی.